جدیدترین مصاحبه خانم گوگوش در کویت حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. اجرای خانم گوگوش در کویت بعد از سالها جنجالی به راه انداخت و خانم گوگوش در مصاحبه با شبکه‌های کویت این چنین گفتند: بسیار از حضور در کویت و خوندن برای مردم کویت خوشحال هستم. خانم گوگوش در ادامه گفتند: من این مردم را بسیار دوست دارم و انرژی اونها برام بی‌نظیره. اونها با حضورشون در سالن به هم خیلی انرژی دادند و من این حجم از هم‌آوازی با خودم رو انتظار نداشتم. با این حال همه آهنگ‌های من رو می‌خوندن و با من هم صدا می‌شدند و این برام بسیار عجیب بود. خانم گوگوش گفتند: من همیشه می‌خونم و می‌رقصم و با مردم ارتباط برقرار می‌کنم، اما حضورم در کویت برام یه حس و حال دیگه‌ای داشت. با اجرام در کویت بسیار خوشحال شدم و از اینکه مردم کویت رو انقدر مشتاق دیدم که چقدر منو دوست دارند، واقعا انرژی خاصی نسبت به حضورم در کشورهای مختلف گرفتم. گفته شده رها اعتمادی برای حضور گوگوش در کویت یک قرارداد چند میلیون دلاری رو تنظیم کرده. پیش از این رها اعتمادی که بارها اعلام کرده بود قصد داره تیم گوگوش رو ترک کنه و برای همیشه به مدیریت کنسرت های خانم گوگوش پایان بده، ولی این بار وسوسه شد و نتونست از این رقم سنگین در کویت بگذره و خودش رو در کنار گوگوش در جشن تولدش حسابی جا داد و بار دیگر سوژه رسانه ها در فضای مجازی شد. رها اعتمادی که جای نوه خانم گوگوش هست، باز هم حضورش در کنار خانم گوگوش بعد از مدت ها سر و صدای زیادی کرده. پیش از این اعلام شده بود که خانم گوگوش برای مصاحبه جنجالیش با شبکه من و تو با خانم هما سرشار مبلغ زیادی رو مطالبه کرده برای اینکه از کامبیز قربانی و همسر سابق و اولش آقای محمود قربانی بدگویی بکنه و یک مصاحبه جنجالی رو به وجود بیاره که بازدید بسیار زیادی داشته باشه. اما بعد از اینکه با واکنش تند و جنجالی بسیاری از نزدیکانش و همکارانش قرار گرفت، خانم گوگوش مواضع خودش رو تغییر داد و به نوعی به طور غیر مستقیم اظهار پشیمانی کرد. اما کامبیز قربانی چرا واکنش تندی به مصاحبه مادرش با هما سرشار نشون نداد؟ به جهت اینکه کامبیز قربانی به خصوصیات مادرش بسیار واقف بود و میدونست حتما مادرش قرارداد سنگینی برای بدگویی از فرزندش بسته. کامبیز قربانی در مصاحبهش با یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای در واکنش به مصاحبه مادرش با هما سرشار گفت: من میدونم مادرم نیت بدی نسبت به من نداشته. حتما ته دلش یه حرف و یه حدیث یا یه ناراحتی نسبت به من داشته که مجبور شده این حرف رو بزنه. اگر دقت کرده باشین، کامبیز قربانی بارها به این نکته اشاره میکنه که مادرم مجبور شده این حرف رو راجع به من بزنه. حتما حق داشته، حتما یه جایی دلش از من دلگیر بوده. به هر صورت کامبیز قربانی مصاحبه تند مادرش نسبت به خودش و پدرش رو به نوعی با مصاحبهش توجیه کرد که مادرش بی تقصیره و حتما یکم ته دلش حق داره. اما کامبیز قربانی در مصاحبه بعدیش اعلام کرد که مادرش قبل از اینکه مصاحبه‌ای با یک رسانه یا شبکه‌ای داشته باشه، حرفا از قبل برای مادرش نوشته میشه و تحویل خانم گوگوش داده میشه و خانم گوگوش بر طبق قرار و مداری که با اون شبکه یا رسانه میذاره نسبت به آدم‌های زندگیش صحبت میکنه. یعنی چیزی نیستش که خانم گوگوش از واقعیت‌ها بگه و بر حسب سلیقه و خواست اون شبکه یا رسانه مصاحبه رو در واقع پیش میبره و بارها و بارها کامبیز قربانی به طور غیر مستقیم هم در مصاحبه اولش
نسبت به مصاحبه مادرش با خانم هما سرشار اظهار نظر این چنینی کرده بود. تا اینکه یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای و یکی از مجریان با سابقه و نزدیکان آقای محمود قربانی و خانم گوگوش هم به واقع این مطلب را منتشر کردند و اعلام کردند که مصاحبه گوگوش با هما سرشار یک مصاحبه از پیش تعیین شده بود و گوگوش برای این مصاحبه رقم بسیار سنگینی رو از مناطو دریافت کرده بود و به همین جهت مجبور شد از اشخاص مهم زندگیش بد و بیرا بگه، اما به خواست خودش نبود. اما بعد از این همه جنجال گوگوش در حال حاضر در آرامش به سر میبره، یعنی هم عشق خودش رها اعتمادی رو در کنار خودش داره، هم نوه هاش رو و هم تنها فرزندش رو که بعد از سالها باهاش آشتی کرد و الان یک رابطه خوب و گرم و خانوادگی با هم و در کنار هم دارند. این چیزی بود که گوگوش بعد از سالها میخواست و یک آرامشی رو برای زندگی گوگوش به جریان انداخته. با آرزوی سلامتی برای خانم گوگوش، این هنرمند و اسطوره موسیقی کشورمون. اما یک نقدی که بسیاری از طرفداران و بسیاری از حتی چهرهای مشهور کشورمون نسبت به خانم گوگوش داشتند این بود که خیلی ها که دوست داشتن خانم گوگوش رو از نزدیک ببینن، بعد از چند ساعت معاشرتی که با خانم گوگوش از نزدیک در محافل خصوصی داشتند، بسیار از دیدن گوگوش ابراز پشیمانی کردند. یکی از بلاگرهای مشهور به نام صدف بعد از دیدارش با خانم گوگوش به شدت اظهار پشیمانی کرد و اعلام کرد که ای کاش هیچ وقت گوگوش رو از نزدیک ندیدم. اون اسطوره‌ایه که زیبایی‌هاش فقط از دور خوبه، ولی وقتی یکم باهاش معاشرت می‌کنیم و توی روابط خصوصی تر وارد می‌شیم، به شدت اخلاق تند و زننده‌ای داره. گرچه همه آدم‌ها اخلاق خوب و بد زیاد دارند، ولی این چیزی بوده که در مورد خانم گوگوش، پولاد کیمیایی، فرزند آقای مسعود کیمیایی، در واقع پسر خوانده خانم گوگوش هم بارها و بارها در افشاگری‌هاش اعلام کرده و حتی یک خاطره جالب هم تعریف کرده که در ویدیوی بعدی حتما خاطره پولاد کیمیایی از گوگوش رو برای شما عزیزان در یک ویدیوی مجزا خواهیم گفت و تعریف خواهیم کرد. لطفا نظراتتون رو راجع به خانم گوگوش و همچنین اجرای ایشون در کویت و حضورشون در کویت و حضور رها اعتمادی در زندگی خانم گوگوش و اینکه باعث شدن که در مصاحبه اخیرشون با هما سرشار در واقع جنجالی به راه بندازن با بدگویی‌هاشون نسبت به تنها فرزندشون، نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و حتما لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه‌های ایرانیان مقیم آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، سوئیس، دانمارک و بسیاری از کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر بکنید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال هاشیه مدیا رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش هم فشار بدید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز با شما عزیزان خوش.